بهترین مکمل‌های طبیعی برای رفع گرفتگی عروق قلب که جریان خون رو در بدن عادی می‌کنه، ویدیوی رو براتون تهیه کرده ایم. مسلماً کلسترول بالا یا هر بیماری دیگری که میتونه احتمال ابتلا به بیماری قلبی رو افزایش بده به نام بیماری آرتروسکلروز شناخته میشه. و شاید از خودتون بپرسید که چه مکمل‌های طبیعی میتونه به باز کردن رگ‌ها و افزایش سلامت کلی قلب کمک بکنه. در واقع سلامت قلب به رعایت رژیم غذایی مناسب، کاهش استرس و فعالیت بدنی بستگی داره. با این حال، افزودن مکمل‌های طبیعی هم میتونه انتخاب مناسبی برای سلامت کل قلب باشه. اکنون بیایید در مورد بهترین مکمل‌های طبیعی برای باز کردن انسداد عروق و تقویت سلامت کلی قلب صحبت کنیم. منیزیم اولین مواد مفید برای بدن میباشه. حدود 50% از مردم در ایالات متحده کمبود منیزیم دارن. سطوح پایین منیزیم باعث تجمع پلاک، فشار خون بالا و کلسترول بالا می شود. دوزهای پایین منیزیم میتونه سطح کورتیزول رو که هورمون اصلی استرس بدن می باشد رو کاهش بده. همچنین نقش حیاتی در کنترل التهاب و سطح قند خون داره. در واقع مکمل‌های منیزیم میتونه به کاهش فشار خون و کاهش خطر حملات قلبی کمک شایانی بکنه. مواد بعدی اینوزیتول میباشه. اینوزیتول یک کربوهیدراته که به طور طبیعی در بدن ما یافت میشه و در درجه اول با بهبود حساسیت به انسولین به کنترل سطح قند خون کمک میکنه. وقتی اینوزیتول با یک برنامه غذایی سالم ترکیب میشه، در مجموع میتونه به کاهش مقاومت به انسولین در بدن هم کمک. مطالعه نشان داد زنانی که هر روز مکمل‌های اینوزیتول رو مصرف می‌کردند، فشار خون کلی، سطح کلسترول و حساسیت به انسولین خود رو بهبود بخشیدند. در واقع همگی این عوامل گفته شده به کاهش خطر بیماری قلبی کمک شایانی می‌کنه. مواد بعدی فولاد یا اسید فولیکه که یک ویتامینه که به کاهش خطر سکته مغزی و حمله قلبی کمک شایانی می‌کنه. مردم معمولاً فولاد رو از غذاهای مانند مرکبات، لوبیا، سبزیجات دریافت می‌کنند، اما بسیاری از افراد مبتلا به بیماری التهابی روده یا بیماری سیلیاک هم می‌تونند از مصرف مکمل‌های فولاد سود ببرند. اگر کمبود اسید فولیک دارید، معمولاً هیچ مشکلی در مصرف مکمل وجود نداره. به علاوه در صورت مصرف روزانه اسید فولیک میتونید خطر سکته مغزی رو هم کاهش بدید. برخی از داروها به ویژه اونهایی که برای درمان تشنج و اختلالات خنوج و اختلالات خود ایمنی استفاده میشه، میتونن بر نحوه جذب اسید فولیک توسط بدن تاثیر بذارن. برای همین منظور برای تعیین صحیح دوز مکمل فولاد میتونید با پزشک خود صحبت کنید. مواد بعدی عصاره هسته انگوره. تحقیقات نشان میده که عصاره هسته انگور میتونه فشار خون رو به طور موثری کاهش بده. در واقع عصاره هسته انگور سرشار از آنتی اکسیدان های مفیده و مطالعات نشان داده که مصرف روزانه عصاره هسته انگور به مدت 8 تا 16 هفته به طور قابل توجهی فشار خون مصرف کنندگان رو کاهش میده. مواد بعدی کوانزیم Q10 می باشه که به طور طبیعی در بدن وجود داره. میتونید مصرف خودتون رو با افزودن غذاهایی مانند ماهی، کلمه بروکلی، ماهی تون و خودتون افزایش بدید. برای افرادی که برای کاهش کلسترول و درد مفاصل و دردهای عضلانی مشکلاتی رو در رژیم غذایی خودشون دارن، این مکمل میتونه گزینه مناسبی باشه. مصرف کوانزیم Q10 نه تنها میتونه به کاهش فشار خون کمک بکنه، بلکه مطالعات اخیر دیگری نشان داده افرادی که این مکمل رو به مدت 12 هفته مصرف کردند، سطح کلسترول آنها کاهش یافته. در واقع ارتباط مثبتی بین مصرف مکمل‌های ویتامین و مواد معدنی و کاهش خطر بیماری قلبی وجود داره. این مکمل‌ها میتونن راهی ایمن و ارزان برای سلامت قلب شما باشن. مواد بعدی فیبر. مواد بعدی الکارنتین میباشه. این اسید آمینه چربی رو به میتوکندری منتقل میکنه، جایی که انرژی رو برای بدن شما تبدیل میشه. تولید انرژی از الکارنتین برای عملکرد سالم قلب مناسبه. چندین مطالعه نشان داد که الکارنتین بهبود عملکرد قلب و کاهش علائم آنژین کمک میکنه.
افرادی که نارسایی احتقانی قلب دارند و اکسیژن ناکافی به قلبشون میرسه میتونن با استفاده از این مکمل از این آسیب ها به دور بمونن. الکارنیتین همچنین میتونه به کاهش عوارض و آسیب های ماندگار پس از حمله قلبی هم کمک بکنه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید. یکی دیگر از مواد طبیعی عصاره کنگر فرنگی میباشه. مطالعات نشان داده که این مکمل میتونه به افزایش و کاهش سطح کلسترول خوب و بد کمک بکنه. عصاره کنگر فرنگی به نام ALE به صورت اشکال مختلف از جمله قرص، کپسول و تنتور در بازار عرضه می شود. مواد بعدی پولیکوسانول می باشه. عصاره ای از گیاهی مانند سیب زمینی و نیشکر تهیه میشه و ممکنه کاهش کلسترول کمک بکنه. مطالعات جدیدتر و یافته ها نشان میده که پولیکاسانول یک مکمل کارآمد برای کاهش کلسترول و بهبود سلامت قلبه. اما تحقیقات بیشتری هنوز مورد نیازه. این مکمل رو میتونید به صورت کپسول و قرص برای رژیم غذایی خودتون مصرف کنید. مواد بعدی نیاسین میباشه. نیاسین در غذاهای مانند مرغ، ماهی تون، ماهی قزل‌آلا و جگر یافت میشه. اما به عنوان مکمل نیست، به نام ویتامین B3 شناخته میشه. بسیاری از پزشکان مکمل‌های نیاسین رو برای کمک به کاهش کلسترول توصیه می‌کنند. این مکمل میتونه کلسترول خوب رو تا بیش از 30% افزایش بده. همچنین ویتامین B3 میتونه به کاهش تریگلیسیرید هم کمک بکنه، چربی که خطر بیماری قلبی رو افزایش میده. مواد بعدی برنج مخمر قرمز میباشه. برنج مخمر قرمز که معمولاً در تپ چینی استفاده میشه، از تخمیر برنج سفید و مخمر تهیه میشه. مطالعه نشان داده که برنج مخمر قرمز میتونه به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد رو کاهش بده. این اثر بخشی مفید برنج در ماده‌ای به نام لواستاتین نهفته است که یک ماده تجویزی است که معمولاً خود ذخیره کرده و برای کاهش کلسترول استفاده میشه. برنج مخمر قرمز نیز در مطالعاتی برای تحقیق در مورد اثر بخشی برای درمان آسیب کبد، کلیه و عضله مورد استفاده قرار میگیره. یکی دیگر از مواد طبیعی آب گرفروت میباشه. نوشیدن مقداری آب گرفروت ممکنه خوشمزه و سالم به نظر برسه، اما زمانی که با داروهای خاص کلسترول و فشار خون همراه میشه میتونه خطرناک باشه. اگر از نوشیدن آب گرفروت لذت میبرید، بسیار مهمه که با ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود مشورت کنید و مطمئن شوید که با هیچ یک از داروهای خاص شما تداخل پیدا نکنه. درسته که رژیم غذایی سرشار از کلسیم به تقویت قلب سالم و استخوان‌های قوی کمک میکنه، اما کلسیم بیش از حد هم میتونه مشکلات ایجاد بکنه. یک مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل‌های کلسیم میتونه باعث افزایش پلاک در شریان‌ها از جمله آئورت بشه. محققان به جای مصرف مکمل، رژیم غذایی حاوی غذاهای غنی از کلسیم رو توصیه میکنن. با این حال اگه کمبود کلسیم دارید، پزشک ممکنه مصرف مکمل کلسیم رو توصیه کنه. دوزهای توصیه شده معمولاً بین 500 تا 700 میلی گرم میباشه. دکتر شما ممکنه در مورد دوز مصرفی کلسیم پیشنهادهایی رو به شما ارائه بده. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.